سلام پنجشنبه ده دی 94 31 دسامبر 2015 میلادی در مورد چهار موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه 300 کارگر فصلی معدن آغدره با شروع فصل زمستان تعدیل شده بیش از هزار فعال مدنی سیاسی و روزنامه نگار با نوشتن نامه سرگشادی به آقای روحانی خواستار دفاع از معاونت زنان ایشون خانوم ملاوردی در برابر حملات حتاکان نشریه یالاسارات ارگان انصار حزب الله شدن کانون سنفی معلمان ایران هم با صدور بیانیه‌ای در خصوص دادگاه سه عضو این کانون یعنی نیک نژاد بهشتی و بهلولی که از تابستان گذشته بازداشت شدند خواستار این شدند که دادگاه اونها علنی با حضور هیئت منصفه و حق داشتن وکیل باشه موضوع دوم این که روزنامه وال استریت جورنالز و همینطور خبرگزاری رویترز خبر دادند از اینکه وزارت خزانهداری امریکا لیست دوازده شرکت و شخصیت حقیقی رو تهیه کرده که در پروژه موشکی ایران همکاری کردن دست داشتند و لیست اونها رو به کنگره امریکا داده و اونها رو مشمول تحریم خواهد کرد اگرچه ممکن است که این کار باعث اعتراض ایران و به گذاشتن تحریم های جدید باشه و در روند پیشرفت اجرای برجام مشکلاتی رو به وجود بیاره تلویزیون فاکس هم همین خبر رو به همین شکل منعکس کرده روزنامه والستری در گزارش دیگری عنوان کرده که کاخ سفید تلفنهای آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و در جریان مذاکرات برجام و فعالیتهایی که آقای نتانیاهو میکرده شنود میکرده البته هنوز کاخ سفید اظهار نظری نکرده خبرگزاری بلومبرگ هم خبر داده از اینکه در ملاقات آقای کری با مسئولین روسیه آقای پوتین از امریکا خواسته که اسد در انتخابات سال 2017 که طبق برنامه باید به اون برسند شرکت کنه اما آقای کری مخالفت کرده ولی از سوی دیگه آقای پوتین قبول کرده که سوریه های خارج از سوریه هم در انتخابات 2017 بتوانند شرکت کنند نشتال اینترست هم خبر داده در تحلیلی عنوان کرده که ایران میدونه اسد رفتنی است و با دویست هزار مسلح که البته اقراقامیز به نظر میرسه ولی این رسانه اون عدد رو گفته مسلحی که در سوریه داره سه هدف رو میخواد که بهش برسه یکی اینکه بدون گرفتاری بتواند اسلحه به حزب الله برسونه و بنابراین مسیر اسلحه به حزب الله لبنان باز باشه دوم اینکه از داخل سوریه بتونه دسترسی به اسرائیل داشته باشه و سوم اینکه دولت بعدی ضد ایران نباشه و در بخش غربی سوریه یک دولت شیعه یا به قول این نوشتهش شی شیعستان بتونه درست بکنه ترکیه و عربستان اعلام شد که بعد از ملاقات رهبران دو کشور یک شورای همکاری استراتژیک تشکیل میدن برای همسو کردن فعالیت های امنیتی و نظامی و غیره و همجور نزدیک کردن فکرها و احتمالا مصر هم به این اتحاد خواهد پیوست. چون این اتحادی اگر شکل بگیره قاعدتا هدف اصلی اون علیه جمهوری اسلامی ایران و فعالیت های شی... جمهوری اسلامی به نفع شیعیان خواهد بود و در واقع یک جنگ فرقی بزرگ در منطقه شکل می گیره. موضوع سوم اینکه نماینده ای آشوری ها در مجلس شورای اسلامی عنوان کرده که یک هیئت مذهبی دو ساله که زمین ملک کلیسای کاتولیک آشوری کلدانی رو غصب کرده میخواد در اون حسینیه بسازه و گفته همه پیگیری ها به جایی نرسیده ضمن این نماینده مجلس خبر داده از اینکه چون در قانون مدنی ماده 881 نوشته شده کافر از مسلم ارث نمیبره گفته در خانواده های اقلیت ها گاهی پدر خانواده وقت فوت میکنه یک نفر میره مسلمان میشه در حالی که اعتقادی هم نداره و به این ترتیب همه ارث رو تصاحب میکنه و دیگران رو محروم میکنه بعد هم از کشور میگذاره و میره خواستار این شده که قوانین به این شکل تغییر بکنه سایت موج هم خبر داده از اینکه منابع آگاه گفتند صلاحیت آقای هاشمی تایید نمیشه البته سایت های دیگری هم که به خصوص نزدیک به سپاه هستند این خبر رو دادند ولی سخنگوی شورای نگهبان گفته هنوز ما بررسی رو شروع نکردیم اگرچه تصمیم برای رد صلاحیت آقای رفسنجانی به بررسی شورای نگهبان کاری نداره. ضمنا همین سخنگوی شورای نگهبان گفته که نمایندگان فعلی مجلس خبرگان احتیاج به دادن امتحان ندارند ولی بقیه باید در امتحان سطح سوادشون در خصوص فقه و اصول و ابواب مختلف فقه شرکت بکنن. آقای سعیدی نماینده ولایت فقیه در سپاه هم در حمله به آقای رفسنجانی گفته کسی که از یک طلبه یک شبه علامه میسازه منظورشون آقای سید حسن خمینی نیست اگر در رأس خبرگان قرار بگیره بسیار خطرناک سایت صدا و سیمای قزوین هم خبر داده از اینکه شیخ قدرت علی خانی در غزوین رد صلاحیت شده او که زمانی خودش از سرکوبگران خشن و بیرحم مردم بود در دوره هایی که نماینده مجلس بود به آقای کروبی نزدیک شد و در جنبش سبز کم و بیش از آقای کروبی دفاع کرده بود آقای علم الهدا امام جمعه مشهد هم در قم سخنرانی داشته و گفته که فتنه 94 بدتر از فتنه 88 همطور که روزهای قبل هم صحبت کردیم فضایی رو دارن امام جمعه ها مسعودین سپاه <applause> نمایندگان ولایت فقیه میسازند که فضای توتعه فتنه در رأسش هم آقای رفسنجانی قرار داره فضایی که در اون هم بتوانند با ایجاد جو ترس و وحشت و امنیتی رد صلاحیت کنند و هم احتمالا برای به خصوص بعد از آقای خامنه ای این جو با توجه به بیماری ایشون بتونه کارساز باشه اما موضوع آخر اینکه همین آقای علم در پای سخنرانیش ادعی که بودن شعار میدادند که تمامی فتنه ها زیر سر هاشمی فتنگری توطعه مشی ابو فائزه یعنی آقای رفسنجانی رو با لحن پدر فائزه ابو فائزه خطاب کرد آقای محسن رضایی نابغه بزرگ هم فرمودن که روز نه دی سال 88 من خودم دیدم که ادی که دستبند سبز هم داشتن به نفع رهبری شعار میدادند مراد ایشون این است که انگار فعالین جنبش سبز هم اومدن به نفع آقای خامنه ای حرف زدن در حالی که عالم آدم میدونند که یک عده ساندیسخور رو جمع کردن ساندیس بهشون دادن بعضی رو به زور آوردن بعضی رو پول بهشون دادن و یک عده که جمع کرده بودن تظاهرات را بندازن قاعدتا کاری هم نداشته چند نفریشون دستبند دستشون بکنن تا اینجور حق بازی ها رو بکنند و آقای رضایی هم الان این رو مطرح بکنند که سب سهر نزدیک از تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید با امید پیروزی ایران و ایرانی